اگر عیسی خداست، پس چرا بر صلیب فریاد زد که خدا او را واگذاشته است؟ برای پاسخ به این سوال بذارید قسمتی رو به یادتون بیارم از انجیل متی و مرقس. مسیح بر روی صلیب در اوج درد، لحظات قبل از اینکه جان خودش رو برای گناهان بشر بده به ایمان مسیحیان، و در اون لحظات بر روی صلیب کلماتی رو به زبان ارامیک میاره و میگه ایلی ایلی لما سبقتنی، یا الهی الهی چرا مرا واگذاشتی، یا چرا مرا ترک کردی. و بعد میبینیم که لحظاتی بعد میگه روحمو به دستای تو میسپارم و جان میده، یا میگه تمام شد، و ورژن های مختلفی که در اناجیل میشنویم. سوال اینه معمولا که چطور ممکنه اگر عیسی خدا باشه و بر روی صلیب به خدا فریاد بده، خدا به خود خودش بگه چرا مرا واگذاشتی؟ اگر عیسی خداست و یا پسر خداست، پس چرا به خدا فریاد میزنه، میگه خدای چرا مرا واگذاشتی؟ چرا مرا تنها گذاشتی؟ مگه میشه خدا فرزندی داشته باشه که فرزند خودش رو وا بگذاره، تنها بگذاره؟ یا اصلا اگر عیسی خود خداست، چطور میتونه به خودش بگه منو ترک کردی؟ خدا تنها انسانهای شریر رو ترک میکنه، اونم در لحظات تلخ، در لحظات نجات، در لحظات نیاز. برای پاسخ به این باید به چند نکته اشاره کرد. اول چند کلیشه رو باید در ذهنمون پاک بکنیم. یکی این که خدا همیشه انسانهای شریر نیستن که در گرفتاریهای خودشون رها میشن. تاریخ به ما ثابت کرده و تجربه روزانه ما که بسیاری از انسانهای خوب و دوست داشتنی، بسیاری انسانهای عادل در شرایط بدی قرار گرفتن، کشته شدن، جونشون رو از دست دادن، تصادف کردن، هواپیماشون سقوط کرده، یا توسط انسانهای خیلی خیلی بد و شریر، ایدئولوژی‌های فاسد کشته شدن و هیچ فرشته از آسمان نیومده اونها رو نجات بده، و به نوعی میشه گفت احساس کردن در اون لحظات که واگذاشته شدن، یا حداقل مایی که از بیرون نگاه میکنیم فکر میکنیم اونا واگذاشته شدن. پس گاهی اوقات اتفاقات بد فقط برای آدمای بد نمیفته، بلکه گاهی اوقات اتفاقات بد برای انسانهای خیلی خیلی پاک و دوست داشتنی هم میفته. دومین نکته اینه که ما باید چارچوب سخنان مسیح رو در چارچوبی که اونها رو انتخاب کرده و به کار برده درک بکنیم. در این قسمت وقتی که مسیح داره میگه الهی الهی ایلی ایلی لما سبقتنی، مسیح داره در واقع به طور کاملا مستقیم یکی از نبوت‌های معروف موجود در کتاب مزامیر رو به کار میبره. در کتاب مزامیر در مزمور 22 ما شاهد هستیم که یکی از مزامیر مسیحایی لقب میگیره، که در اونجا حضرت داوود، یا در واقع نویسنده مزمور که ما فکر میکنیم داوود هست، در اونجا در مزمور 22 میگه ای خدای من، ای خدای من چرا مرا واگذاشتی و از نجات من و سخنان فغانم دوری؟ ای خدای من همه روزها فریاد برمیکشم و اجابت نمیکنی، همه شب نیز و مرا خاموشی نیست، اما تو قدوسی، ای که بر سرودهای ستایشی اسرائیل جلوس فرموده ای. باز میاد جلوتر میگه اما من کرمی بیش نیستم و انسان نی، آر آدمیان و تحقیر شده قوم، هر که بر من مینگرد ریشخندم میکند، دهان کج میکنند و سر جنبانیده میگویند بر خداوند توکل دارد، پس بگذار او را خلاصیش دهد، اگر به او رغبت دارد رهاییش میبخشد. وقتی که ما این رو میاد جلو همینطور میگه همچون آب ریخته میشوم، همچون آب ریخته میشوم و استخوانهایم جملگی از هم گسیخته است، دل من چون موم است. جای دیگه میگه سگان مرا احاطه کردن، دستی اوباش گردم حلقه زدن، دست ها و پایهایم را سوراخ کردن. وقتی ما این مزمور رو میخونیم کاملا صحنه های صلیب به یاد میاد که دست ها و پاهای مسیح رو سوراخ کردن، سگهای خار، انسانهای بد آدم کش و سربازان رومی خونخوار دور او هستند. یهودیان او رو مسخره میکنن، دهان کج میکنن، میگن اگر بر خدا توکل داره پس او رو برهاند، و سایر چیزها، و اینکه داره فریاد میزنه خودش وقتی که مسیح روی صلیب برهنه درمانده و داغون مانند کرم اون روی صلیب شده،
کاملا داغون و کاملا له شده در حضور خدا و اینجا میگه ای خدا چرا مرا ترک کردی؟ پس مسیح داره در این مزمور با گفتن این آیات، با به زبان آوردن صحبت‌های داوود در این مزمور، همین که داره اوج درد و رنج خودش رو توسط مزامیر به سوی خدا ابراز میکنه و ثانیاً داره در درجه واقعی این که داره تحقق میبخشه این نبوت‌هایی که شده و داره میگه این نبوت‌ها در مورد من هست. و ما در جای دیگه متا که این رو خوندیم، ما در مزمور 71 این رو دوباره میخونیم که در مزمور 71 آیه 11 میگه میگویند خدا ترکش کس است، پر تعقیبش کنید و گرفتارش سازید، زیرا رهاننده نیست. بعد ما وقتی باز هم جلوتر میریم میبینیم که در کتاب اشعیا که شرح وقایع و شرح درد ماشیه موعود، اشعیا در 53 میگه اما خواست خداست، اما خواست خداوند این بود که او را له کرده به دردها مبتلا سازد، چون جان خود را قربانی گناه ساخت. در 53 آیه، در کل اشعیا 53 داره وضعیت مسیح روی صلیب رو میگه. و همینطور در مرثیه ارمیا میخونیم که باز میگه در مورد او میگه ای همه رهگذران، آیا این در نظر شما هیچ است؟ بنگرید و ببینید که آیا غمی هست همچون غم من که بر من عارض گردیده و خداوند در حدت خشم خیش مرا بدان دوچار ساخته است. پس ببینید تمامی قسمت‌های مختلف کتاب مقدس، عهد عتیق، انبیا داره از این فاجعه رنج منجی میگه. انگار منجی باید تا ته وانهادگی در عمق تاریکی بره، در عمق وانهادگی و بالاترین رنج، غیر از تهمت، غیر از افترا، غیر از کتک هایی که خورده، غیر از توف هایی که سربازها بر صورت او انداختن، تاج خار بر سر او گذاشتن، صلیب رو به او دادن، اینکه حتی در روی صلیب او به طور کامل مانند کرم تاریکی رو به معنای واقعی سیاه بشه، تاریک بشه، تاریکی رو بر خود بگیره و با مرگ خودش تاریکی رو در اوج، در عمق قبر مدفون کنه و حیات رو با رستاخیز خودش بیرون بیاره. مسیح میبایست ترک شدگی و رها شدگی رو به معنای کامل کلمه تجربه میکرد. او خدا بود، اما برای تحقق نبوت در مزمور که میخونیم خدایا خدایا مرا چرا ترک کردی، مسیح این آیات ترک شدگی رو بر خودش گرفت و از زبان خودش تکرار کرد تا به جهان و به یهودیت و به سنت انبیا بگه که اوست همان منجی موعود که میباید تمامی این نبوت ها رو تحقق بده. و ما باید در درجه آخر به یاد بیاریم که مسیح کاملا انسان شد، مسیح تقلب نکرد، مسیح به قول ما دست به یک شعبده بازی نزد که در واقع خدا باشه اما رنج رو بر او اثر نکنه، از درون خدا باشه از بیرون شبیه آدمیان، بلکه او کاملا انسان شد، گوشت و پوست و استخوان گرفت، رنج رو تجربه کرد، گرسنگی رو تجربه کرد، بی‌حوصلگی رو تجربه کرد و همینطور وانهادگی و ترس و تاریکی رو روی صلیب. وقتی مسیح میگه خدایا چرا مرا ترک کردی، واقعا داره به حضور خدا که هم خدای اوست و هم پدر اوست، زیرا که او انسان شده و به جهان ما آمده و خدا رو پدر آسمانی خودش خطاب میکنه، میگه خدایا چرا مرا ترک کردی، داره از زبان من و توی ترک شده اون ترک شدگی رو به حضور خدا میبره تا ما رو نجات بده.